افشاگری جنجالی یکتا ناصر از دلیل جداییش از کارگردان معروف منوچهر هادی. سلام دوستان، یکتا ناصر و منوچهر هادی، هرچند که این زوج هنری خیلی در کنار هم خوشبخت به نظر می رسیدن و به هم می اومدن، اما آروم آروم همه چی حاکی از این بود که از هم جدا شدن. شایعه های جداییشون برمی گرده به پخش تصاویری از تولد منوچهر هادی که همه بودن اما یکتا ناصر جاش خالی بود. این شایعه با انتشار یک استوری از یکتا ناصر داغ‌تر شد. این خانم بازیگر برای تبریک تولد همسرش از عبارت پدر صوفیا استفاده کرد. همدیگر رو آنفالو کرده بودن اما آقای کارگردان همچنان ظاهر قضیه رو حفظ می‌کرد و نمی‌خواست بهترین بازیگر پای ثابت فیلم‌هاشو از دست بده. منوچهر هادی با انتشار پستی از عکس دو نفره قدیمی ترجیح میداد وانمود کنه که همه چیز هنوز خوبه و گل و بلبله. منوچهر هادی علاوه بر اون عکسی در یک استوری گذاشت و نوشت: همسر قوی من، مادر قشنگ صوفیا، به وجودت میبالم و افتخار میکنم. یکتا خانم هم که در این چند سال اخیر در بیش از 10 فیلم سینمایی که به کارگردانی همسرش بوده ایفای نقش کرده و حسابی فعال بوده و درخشیده نوشت: فقط باید فراموش کرد، همین. بعد هم نوشت: آشتی کردن و بخشیدن. چه واژه‌های ریاکارانه‌ای. آدم باید کلن فراموش کند، همین. انقدر این استوری‌های بودار و مشکوک اونها در اینستاگرامشون ادامه دار شد که کاملا جدایی اونها مشخص شد. دوستان خوبم، ممنون میشم اگر هنوز عضو کانال ما نشدی دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای ما با خبر بشید. منوچهر هادی هم نوشت: من میبخشم ولی فراموش نمی کنم بیریا عزیزم. بعضی از کارشناسان و طرفداران اونها هم دلیل این میزان مهربونی و عشق و علاقه این آقای کارگردان رو مهریه سنگین یکتا ناصری میدونستن. بعضی ها هم گفتن اتفاقا حرفهای آقای منوچهر هادی اصلا هم عاشقانه نیست، بیشتر شبیه متلکه. اما خیلی ها هم این استوری ها رو یک منت کشی و ناز کردن عادی خانوم ها در یک قهر زن و شوهری می دونستن. بعد از اون هم در سریال جدید منوچهر هادی دیدیم که خبری از یکتا ناصر نبود و کلن تغییر مسیر کاری داد. یکتا ناصر بیشتر در تئاتر فعالیت میکرد. حتی نیسان آبی دو رو هم منوچهر هادی نساخت و کارگردان شخص دیگه ایه. تا اینکه یکتا ناصر، این بازیگر پرکار و پرطرفدار سینما که این روزها مشغول نمایش خانگیه، در یک مصاحبه به شکل خیلی شوکه کننده‌ای گفت: من تا زمانی که همسر منوچهر هادی بودم و حالا که یک سال و اندی هم جدا شدیم دلم نمیخواست توضیح بدم. خسته شده بودم انقدر که ازم پرسیده بودن چی شده؟ چرا جدا شدی؟ وقتی که فیلم یکی میخواد باد حرف بزنه رو بازی کردم، بعدش دیگه تا یک سال کار نکردم. خیلی از همکاران و دوستان و کارگردانان معروف صاحب نام گفتن: یکتا ناصر گفته منو با سیمرغم کشوندین اینجا؟ و حرف‌های زیادی پشت سرم زدن که اصلاً خنده داره. البته من قبلاً هم شنیده بودم، برای همه کسایی که جایزه گرفته بودن همیشه از این حواشی و شایعات درست شده بود. شاید حرف بدی به نظر برسه، اما ما آدم‌هایی هستیم که از موفقیت همدیگه نه تنها خوشحال نمیشیم، بلکه به شدت ناراحت میشیم. میتونیم خیلی هم باسواد و فرهیخته و کتاب خونده باشیم، اما از موفقیت دیگران حالمون بد بشه و حتی وقتی هم که کنار هم هستیم احساس تنهایی میکنیم و حالمون خراب باشه. تو در مواجهه با آدمی که ممکنه بی تربیت باشه، بی سواد باشه یا ناآگاه باشه، خب تکلیفت روشنه. اصلا باهاش وارد بحث نمیشی.
یا اگر که مجبور باشی که تحملش کنی، سعی میکنی جنبه های خوبش رو ببینی. ولی در مورد آدم هایی که تا یه تصویر خیلی خوبی ازشون داری و فکر میکنی که مثلا من آرزومه که این آدم رو از نزدیک ببینم، واقعا برای من پیش اومده که گفتم کاش اصلا چنین آرزویی نمی کردم و کاش هیچ وقت نمی دیدمش. و به قول غربی ها هیچ وقت با قهرمانت نباید ملاقات کنی. من یک سال بعد از گرفتن سیمرغم کار نکردم. اصلا طرز فکرم این نبود که بگم چون جایزه گرفتم حالا باید یک نفر پیدا بشه که بزرگ باشه و قدر منو بدونه و یا با هر فیلمی کار نمی کنم. و اصلا ماجرا این نبود. ماجرا این بود که اصلا چیزهایی که حتی قبل از اون فیلم به من پیشنهاد می شد و من ممکن بود بپذیرم هم دیگه به من پیشنهاد نمی شد. خیلی تلخه، تو جایزه گرفتی و باید پرکارتر بشی، اما در سینمای ایران برعکسه. یه مدتی مجبوری کار نکنی و صبر کنی تا شرایط یکم آروم بشه. ما هممون هر شغلی که داشته باشیم و هر مدلی که زندگی بکنیم، توی شرایط کاری و زندگیمون انقدر آسیب دیدیم که یه وقتایی ترجیح دادیم برای خودمون یه حاشیه امن بسازیم. اون حاشیه امن ما اسمش مافیای سینما نیست. ما توی پشت صحنه یا حتی جلوی دوربین ممکنه حتی آدمهایی رو داشته باشیم که برامون حاشیه امن باشن. اون هیچ اشکالی نداره. اشکالش از جایی شروع میشه که مثلا من یک نقشی به هم پیشنهاد بشه از طرف دوستی و من اصلا مناسب اون نقشه نباشم. مثلا یکی از دلایلی که توی فیلم‌های آقای منوچهر هادی مثل یکی میخواد باهات حرف بزنه یا زندگی جای دیگری است، مشکل من همین بود که من خودم میدونستم توی زندگی جای دیگری است خیلی جالب بازی کردم، ولی براش هم حتی کاندید هم نشدم. ولی برعکس، برای فیلم یکی میخواد باهات حرف بزنه کاندید شدم و جایزه هم گرفتم. توی جامعه ما خیلی از اتفاقات سلیقه‌ای جلو میره. مثلا شما میری جزو هیئت داوران جشنواره، ولی ممکنه به عنوان یه آدم متخصص از یه آدمی خوشت نیاد و اینا توی حرفه ما خیلی زیاده. و تا زمانی که من همسر منوچهر هادی بودم و آخرین فیلممون حدود 8 صبح بود، خیلی مشخص بود. همه کارگردان‌ها پیش خودشون فکر می‌کردن این فقط توی فیلم‌های شوهرش بازی می‌کنه، یا یکی از کارگردان‌ها به خاطر اینکه فقط توی فیلم همسر سابقم بازی می‌کردم از من خوشش نمی‌اومد، یا هر چیز دیگه‌ای. یعنی ما یه ظاهر فرهیخته‌ای داریم، اما درونمون یک ماجرای خاله‌زنکی همه ما رو درگیر خودش کرده که حتی نمیخوایم واردش بشیم، اما ما رو واردش میکنن و این جریانات ما رو با خودش میبره. یکتا ناصر، بازیگر خوب و جذاب ایرانی، متولد 12 آبان 1357 در تهرانه. اون که فعالیت خودش رو از سال 1380 شروع کرده، با ازدواج با منوچهر هادی، کارگردان و فیلمنامه نویس سینمای ایران، بسیار پرکارتر شد و در فیلم‌ها و سریال‌های زیادی ایفای نقش کرد که اتفاقاً حرف‌ها و شایعات زیادی هم پشت سرشون بود. راستی تا یادم نرفته بگم، اگر هنوز عضو کانال ما نشدی حتما دکمه سابسکرایب رو بزنی و زنگوله رو فعال بکنی. اگر تا اینجا از ویدیو خوشت اومده ممنون میشم که اون رو لایک بکنی. این زوج صاحب فرزندی به نام سوفیا هستن، اما از یک سال پیش خبرهای جداییشون در فضای مجازی منتشر شده. البته که مثل همیشه حرفی از دلایل جداییشون زده نشد، اما همیشه در میان سینماگران شایعه هایی مربوط به خیانت وجود داشته. اما حالا یکتا ناصر با انتشار این استوری این شایعات و حواشی رو تایید کرد. اون نوشته اولش فکر میکردم به هم خیانت کرده، بعد که دیدم کیا دورشن فهمیدم به خودش خیانت کرده نه من. البته که این استوری رو هم آقای کارگردان همچنان بدون جواب نذاشت و بعد از گذشت یکی دو ساعتی جوابشو داد.
منوچهر هادی با انتشار عکس دو نفره دخترشون صوفیا نوشت: دخترم عزیز دل پدر، آنان که قدر بودنت را ندانستند، رفتنت را خیانت میپندارند. حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم که این استوری ها و بک دادن به استوری ها بین این بازیگر جذاب و آقای همسر کارگردان معروفش تا کی ادامه داره و کی آقای کارگردان هم در مورد جداییشون و دلیل جداییشون روشنگری میکنه.